من رسانیدم آنچه مأمور به ابلاغش بودم تا حجت باشد بر همگان که به دنیا آمدند یا نیامدند. پس حاضران به غایبان و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانند. از مدینه تا قدیر. دهم ذی‌القعده سال دهم هجری. 1. نزول فرمان حج. با نزول آیه 27 سوره حج دستور رسید ای پیامبر بین مردم اعدام عمومی کن که پیاده و بر هر مرکب لاغری و از هر گردنه دوردستی نزد تو آیند. اولین و آخرین حج پیامبر بعد از فتح مکه آغاز شد. این سفر اولین جمع مسلمانان بدون حضور کفار بود. 2. اعلان عمومی برای حج. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور آمادگی برای حج را صادر کرد. هر کسی قصد حج دارد عجله کند، چرا که ممکن است مریض شود یا کاری برایش پیش آید. یکی از این نامه ها به علی علیه السلام نوشته شد که به دستور پیامبر برای ابلاغ اسلام و دعوت مردم در یمن بود. 70,000 نفر از مردم مدینه آماده حج شدند. 3. آغاز حرکت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مسجد شجره به سمت مکه. همراهان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سفر به مکه، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و همسران پیامبر. ارسال پیک از مدینه به یمن برای اعدام حج به امیرالمؤمنین علی علیه السلام. 12,000 نفر از مردم یمن همراه امام علی علیه السلام عازم حج شدند. 4. ورود به مکه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این گونه ابلاغ کردند که هر کس قربانی نیاورده است از احرام بیرون رود و آنچه تا کنون انجام داده عمره قرار دهد. 5. اقامت 3 روزه در مکه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدت 3 روز در مکه اقامت کردند. در مکه کنار خیمه ضمن ایراد خطبه ندا سر دادند علی برادر من و صاحب اختیار مؤمنین بعد از من است. او نسبت به من به منزله هارون به موسی است. علی جانشینم در اهل بیتم و مؤمنین بعد از من است. پیام الهی در خصوص اعلام ولایت در عرفات. در عرفات جبرائیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و این پیام را آورد: ای پیامبر، خداوند عز و جل به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید اجل تو نزدیک شده است. آنچه از علم و میراث علوم انبیا قبل از توست و اسلحه و تابوت و آنچه از نشانه های پیامبران نزد توست به وصی و خلیفه بعد از خود تحویل ده که او حجت تمام عیار من بر خلقم علی ابن ابی طالب است. 7. مکه بعد از حج الوداع تزیین کعبه با پارچه یمنی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قسم به جانم که در دست اوست این علی و شیعیانش در روز قیامت رستگارند. جبرائیل با آوردن آیات اول سوره عنکبوت جانشین قرار دادن علی علیه السلام را مجدداً اعلام نمود و از عصیان برخی بعد از پیامبر از حضرتش خبر داد. نفسم به من خبر می‌دهد که در این سال قبض روح خواهم شد
یعنی سالی که در پیش است و به دیار باقی خواهم شتافت. اصحاب از سلمان خواستند که درباره جانشین حضرت از او بپرسد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از 3 بار عدم پاسخگویی به منظور حساس کردن آنان فرمودند: برادرم و وزیرم و جانشینم در اهل بیتم و بهترین کسی که بعد از خود باقی می‌گذارم علی ابن ابی طالب است. 8. در مسیر برگشت از مکه به مدینه 120,000 نفر همراه پیامبر بودند. 38,000 نفر از مردم مکه و دیگر شهرهای حجاز، 12,000 نفر از مردم یمن و 70,000 نفر از مردم مدینه. جبرائیل دستور سلام به علی علیه السلام را با عنوان امیرالمؤمنین ابلاغ کرد. بر این اساس پیامبر به بزرگان صحابه دستور داد نزد علی بروند و به او با عنوان امیرالمؤمنین سلام بدهند. 9. تذکر چند باره جبرائیل. از آغاز حرکت کاروان به سوی قدیر، جبرائیل چند بار دستور ابلاغ ولایت مؤمنین را از سوی خداوند برای پیامبر آورده بود. اما پیامبر با توجه به فوری نبودن دستور این گونه فرموده بود: ای جبرائیل، از اصحابم می ترسم که با من مخالفت کنند. 10. خدا بهترین حافظ است. ای پیامبر، ابلاغ کن آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده و اگر انجام ندهی رسالت خدا را نرسانده ای و خدا تو را از شر مردم حفظ می کند. خداوند قوم کافر را هدایت نمی کند. مسابقه بزرگ قدیری شوید.